دکتر مسعود عارف نظری روانشناس مهمان ما هستن در خندوانه، دارن حرفای باحال میزنن و خیلی داره بهمون خوش میگذره. جناب خانم بهمون اضافه شده. سلام. نبودی انقدر چرا اینجوری میکنی؟ رامبو جان، بله؟ اتفاقا از دور برخی از مباحث شما و دکتر رو شنیدم، امیدوارم که بتونیم بحث‌های تخصصی خوبی امشب راجع به خوب داشته باشیم. نه بابا، نه جدی، چون ما هم در این زمینه به هر حال صاحب کرسی هستم. لباسام چطور نشسته روم؟ قشنگ لباسام روم نشسته، قشنگ شده. خیلی صاحب کرسی شدم رامبو. به نظرم شدی. لباسات از کجا تهیه کردی؟ از لباس فروشی فندق، بلوار امیر قم. آفرین. لشنگه؟ خیلی سلامت باشید. الان من میتونم گفتگومو خواهش میکنم. بله بله، شما حالا گفتگوتون رو ادامه بدید، ما به گفتگو شما میپیوندیم. وسط داش چه جوری حرف زدی؟ خب لباس کچلوار پوشیم چه جوری صحبت کنم؟ همیشه همیشه باش. خب پاور تو حرفه، وسط داش ما هم میاریم. خلق قربان شکرت. داشتین میگفتین نشد که صحبت‌های ارژنگ. بله. می‌خواستی یه جوابی بدی بابت اون نظریه. بله. ببین، اول از همه این که گفتن که چرا خنده نداره کوش آقا، رفته و نماینده مردم رفت. نماینده مردم میره. اکثر نماینده‌های مردم میرن بعد از مدتی، هیچ وقت نمیان. نماینده موندگار ما ندیدیم. ندیدیم تا حالا. آره. عرضم حضور شما که گفتن که خنده نداشت. خب و خیلی مردم هم فکر میکنن که لزومی داره که حتما یک چیز خندداری باشه تا بخندن. خندیدن فی نفسه و به ذات میتونه استرس رو کاهش بده و میتونه ارگان، یعنی یافته‌های فیزیولوژیه، یعنی چیزی نیستش که ادعای غیر علمی باشه. آقای جناب خان میدونه. عرضم به حضور شما که وقتی که شما میخندی همون اتفاقاتی در بدنت میفته که انگار خوشحالی. بنابراین یکی از کارهای خیلی خیلی ساده اینیست که بخندیم. یک مجله‌ای در میومد، گلاغا، یه شعری داشت در اون اولش که بخند، من الان شعری یادم نیست ولی بخند خندوانه، بخند خندوانه، اینو یه چیزی تو همین مایه ها مصرع دومش هم یه شین داشت. عرضم بزرگش مصرع اولش هم یه ره داشت به نظر. ولی بیت بعدیش هم یه فه داشت. من نگاه کن، همه تون این شوخی رو کردین، چرا من کردم اینجوری شد؟ نمیدونم رام بود این وعه اصلا بعد شما میکرد. بنابراین هم خندیدن ابتدا به ساکن به عنوان یک نرمش صبحگاهی میتونه روحیه ما رو عوض کنه. ببین، چیزی که ما تو خندوانه تمرین میکردیم یادتونه، مدت هاست ولش کردیم. بله. از بس بهمون گفتن یه عده که اصولا دوست ندارن خندوانه رو، یا حالا گفتن چرا اینقدر الکی میخندین؟ بله، برای اینکه باید الکی خندید. ببینید انسان تمرینه. انسان تمرینه. یعنی الکی باید رو آب بخندیم برای خودمون. آره، روی آب، روی خشکی، توی خونه، زیر دوش حمام، همه جا. ببینید در مورد خنده مسئله ای که هست اینیست که مهندسی معکوس میکنه. بله. زور ما به عنوان یک انسان منفرد به هیچ عنوان به هیچ چیزی در جهان هستی نمیرسه، حتی به خودمون. یعنی ما مثلا فرض کنیم میگیم از فردا، از شنبه، از شنبه انشالله، ولی زورمون نمیرسه. خب چرا؟ چون که یه جمله خیلی معروفی از انیشتن میگه که ما با همون ذهنی که مسئله رو به وجود آورده نمیتونیم مسئله رو حل بکنیم. ما در یک جامعه هستیم که خب جامعه خیلی پر ضرب و آهنگیه. یعنی گاهن آدم یاد فیلمای کمدی کلاسیک سینمای آمریکا میفته، مثلا باستر کیت، اسلاپستیک و اینا، مثلا هارولد لویدی که آویزونه. از یه چیز این زندگیه و شاید همون الگوه، یعنی از همونها خنده در آوردن. ببینید، ما واقعیتش اینیست که کنترلمون بر جهان هستی محدوده و بعد فکر میکنیم که جهان هستی لازمه که تغییر بکنه تا ما راحت باشیم، ولی دقیقا برعکسه. ما لازمه که تغییر بکنیم تا جهان هستی تغییر بکنه، تا جامعه تغییر بکنه.
ما اگر که 10 دقیقه در روز الکی بخندیم، یه 80 میلیون آدم الکی بخند داریم که یکی از ویژگی‌های پرش افکار پیدا کردم تو رفتم توی یه فاز دیگه، یکی از ویژگی‌های انسان خودشکوفا از دید روانشناس انسانگرا آبراهام مازلو. بله دوست شما بودن در بله اگه بچهای جنوبه بله ارزم به حضور شما که میگه که افراد خودشکوفا که بالاترین سطح انسانیته در از کسایی که نیازهای خورد و خوراک و پوشاک و اینها رو برآورده کردن، یک ویژگی دارن که شوخ طبعیه. اینها راحت میتونن بخندن، به هر پدیده‌ای بخندن، با هر پدیده‌ای شاد بشن. خب ممکن رسیدن به خودشکوفایی در جامعه‌ای که اینقدر درگیر مسئله اقتصادیه یک رویای دست نیافتنی و از یک مدینه ولی الکی خندیدنه میشه. حالا امتحان بکنیم، ببین 10 روز صبح که بلند میشیم الکی بخندیم و بعد اون روز در پایان روز به خودمون یه نمره استرس بدیم. مثلا فردا صبح که بلند شدیم نمره استرس امروزمون رو بدیم، بگیم نمره استرس از 0 تا 10، 10 بالاترین حد استرس، دلار گرون شد، ارزم به حضور شما دیوانه ترامپ هم مثلا همه چی رو ریخته به هم، زنم هم ترکم کرد، ماشینم هم گم شد، الهی شکر، خدا رو شکر و خدا رو شکر یکی از بعدش اما بدتر باشه خدا رو شکر. و ارزم به حضور شما آقای دکتر بیشتر بگو از زندگی دیگه چه خبر. مثلا اگر داره زندگیش نمیگه، داره مثال میزنه، مثال میزنه خیلی بکرم ها هیچی حالا که تو دلم قصه خودم ارزم به حضور شما که بنابراین اگر که اینو مثلا میگیم استرس 10 و یک روزی که کنار مثلا ساحل خزر یا چیش نشستیم و داریم موجها رو نگاه میکنیم و کاملا آروم، این پول به اندازه مابقی سفرمون داریم، اجاره ماه سال ماه بعدمون هم داریم، مثلا خانوممون خانم آقای خان که خوشحال میشه ترکش کرده و دیگه در تو که زن نگرفته بود، نه هیچ اصلا این بحث عوض کجاست. عرضم به حضور شما که احلامم به همون رسیده و دیگه یه همه چی خودش داره سلوخه و و اون میشه استرس صفر که واقعا نمیشه استرس صفر، میشه استرس 1. خب استرس صفر نداریم، استرس صفر آدم مرده، انشالله وقتی بمیریم به اون سطح از استرس میرسیم، ولی برای اون موقع خیلی فعلا فرصت داریم که زندگی بکنیم و از زندگیمون لذت ببریم. بعد صبح که بلند میشیم به خودتون یه نمره استرس بدید. من تلفن ها میدم با آقای جوان بیاین پول ویزیتتون رو پس بگیرید اگر کار نکرد. و یک هفته صبح ها 10 دقیقه بخندید الکی 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 و هر روز به خودتون نمره بدید، میشه یک نمره هفته اول، ما بهش میگیم که هفته آغازین، و این کار رو تا 40 روز ادامه بدید و هفته آخر 2 مرتبه به خودتون نمره بدید. در طول هفته ها دیگه نمره ندید. خب هفته اول و هفته آخر ببینید که آیا این تغییر کرد، تغییر کرد یا تغییر نکرد. من به شما قول مطمئن بر اساس پژوهش‌های علمی میدم که تغییر میکنه. مطمئن رامبو جان خیلی ممنونم، شاکرم، سلام علیکم. چه مهمیه جان، آقای جناب خان عزیزم، ای خندوانه‌های عزیز، مردم عزیز ایران، ما تو خندوانه ما شما رو خیلی دوست داریم، خیلی ما تاکید شدید کردیم به این موضوع اونجاش نرسیدیم که در خندوانه این تمرین رو بکنیم، تمرین الکی خندیدن رو و به عنوان یک مهارت بتونیم صاحب این بشیم که بتونیم به راحتی به اتفاقاتی که پیرامونمون میفته که میتونه اینقدر بامزه باشه به راحتی بخندیم، چون داریم به خودمون خیلی ما دیوونه نیستیم. تو خیابون میگن این دیوونه، همونایی هم که الکی میخندن، نه معلومه که نه، نه اونایی هم که این حرفو میزنن خودشون این تمرین رو بکنن به ما ملحق میشن. رامبو جان من میتونم یه چیزی اضافه بکنم؟ آره. این البته با احترام به حق کپی رایت شما جان. این احتمالاً فقط ساخته شما نیست، ریشه کهن داره، اصلا بارها گفتید. بله من در من در قبایل در یک قبیله سرخپوست که من یه دفعه خودم شرکت کردم، چون موضوع برنامه رویاست، اینها صبح که بلند میشن میان دور حلقه آتیش میشینن، خواباشون رو برای هم دیگه تعریف میکنن، میگن خواب فقط مال من نیست، خواب مال کل قبیله است. بعد خواباشون رو که تعریف کردن بلند میشن 10 دقیقه یه رو میخندن، 5 دقیقه 10 دقیقه میرقصن، بعد روزشون آغاز میکنن. رقص هم نه رقصای
حرکات موزون خیلی چیز خیلی سرخپوستی خیلی سرخپوستی ما بود دقیقاً جای تو اون قبیله به نظرم امشب بفروش بارکو برو اونجا باور بکن اگه میشد میره انقدر کیف داشت تو هم با خودم میباشی رامبد من چند تا سوال تخصصی راجع به خواب دارم بپرس. اینا رو نپرسیده نمیرم بپرس چون دیگه کی ما دسترسی داریم به دکتر واقعا دکتر جان ببخشید ما جارو برقی از کدوم جهت باید رو فرش بکشیم از جهت خوابش یا از اون ورش بکشیم که بیشتر پرزار رو ببره این بستگی داره که از کدوم دنده از خواب بیدار شده باشی بیا دنده چار بشنگ بود دنده چار نصف چپ فرش رو رو خوابش نصف راستش رو برخلاف خب دیگه منوارده این بازی های پیچیده نکنه کنه کنه رامبو جان ببخشید دکتر راجع به چیزهایی که تو خواب میان سراغ آدم و ارواح منبسط و اینا صحبت کردن آره. یکی از خواهرای عمه سختر هست رامبو خب. که اینو این سالها ما فقط تو خواب دیدم چی اسمش؟ عمه بختک چی کار باید بکنم با این وقتی میفته روم؟ بختک واقعیه؟ اتفاقی که بهش میگن بختک رخ میده در خواب بفرما رخ میده عرضم بزرگ شما که من افسانه شو بگم یا این که اصلا بذار هم افسانه شو بگم هم علمی شو بگم علمیش اینیست که ما یک مرحله ای از خواب داریم که بهش میگن خواب رم حتما شنیدین هم خواب چی؟ خواب رم رم بله بله, بله. رم رم نه رمبو دیگه رمبو عرضم حضور شما که خواب رم بهش میگن که رپید آی موومنت آره. حرکات آره. سریع حرکات در اون مرحله بدن فلج میشه بله بله و آدم خواب میبینه خوابای خیلی واضح و شفافی هم میبینه این واقعیت بعد بعضی وقتا ما چیزی داریم پدیده‌ای داریم در خواب به نام فالس اویکنینگ یا بیداری کاذب چی داریم رام بود فالز اویکنینگ بیداری کاذب باشه ارزم بزرگ شما که توی این مرحله جناب خان بگم به شما بگم ارزم بزرگ شما گوش کن ضرر نداره نه ما تو همون فالز اویکنینگ هستیم باشه بفرمایید ارزم بزرگ شما که توی این مرحله شخص فکر میکنه بیداره اما همچنان خوابه یعنی فریب میخوره فریب میخوره و بعد چون که بدن فلجه این نمیتونه هیچ حرکتی بکنه ولی فکر میکنه باید پاشه و تکون بخوره فکر میکنه باید پاشه و تکون بخوره و احساس میکنه یک موجود بسیار بسیار سنگینی روش افتاده به نام بختک که میخواد خفش بکنه خیلی ترسناکه خیلی وحشتناکه کیا تجربه بختک داشتن؟ مو و این تو داشتی؟ من خودم داشتم نمیدونم من داشتم تو داشتی جناب خان؟ ما عمه بختک زیاد میاد آره زیاد میاد ببینید این حالت وقتی که ساعت خواب آدم به هم میخوره یا بدن خیلی خیلی خسته است این مثلا دنده ماشین که گاگوداری خوب جا نمیره انگار فازهای مغزی خواب و بیداری یه خورده ناهماهنگی درشون ایجاد میشه البته من اینجا دارم میگم یه همکاری داریم توی دانشگاه که ایشون معتقدن که نه این اختلال تنفسیه ولی من درک خودم رو میگم تحقیقاتی هست که اینو ثابت میکنه که با نوع روایت من هماهنگتره تحقیقاتی هم میدونیم که در علم همیشه روایت‌های مختلف وجود داره عرضم به حضور شما که بیدار میشه فکر میکنه بیدار شده و بعد چون داره خواب میبینه اون خواب رو انقدر زنده میبینه که مثلا فکر میکنه یه کسی تو اتاق اومده مثلا فکر میکنه اسرائیل با داسش بالا سرش وایساده مثلا فکر میکنه دزد اومده تو خونه و میخواد حالا بگه آی دزد یا میخواد بیدار شه میخواد بلند شه در نمیتونه میخکوبه عرض کردم چون بدن فلجه میگن دلیلش چیه عمه میگن من خودم زیاد اینجوری میشم این که عرض کردم که در چه مرحله ای میشه شما احتمالاً الگوی خوابتون درست نیست شاید اگه ساعت خوابتون رو درست کنید اگه خیلی خیلی دیر وقت بخواب برید شما به نظر میرسه از اون خانمایی هستین که خیلی خیلی از همه اعضای خانواده مراقبت میکنین انرژی بسیار بسیار زیادی برای همه میگذارین و به اصطلاح دیگه خیلی کلمه بدیه ولی به اصطلاح دیگه فقط کورپوستون میره توی خواب یعنی جنازتون وارد رخت خواب میشه رامبد ما خستن. اکثر شبا فقط کورپوسم میره تو خواب به جان خودم هر چی میگه خب یه چیز دیگه هم برم تو خواب فقط کورپوسم میره تو خواب چیکار بکنم رامبد ما با این کورپوسم چیکار بکنم رامبد خب یکی نباید به داده این کورپوسمو برسه یه لحظه واسه من
دارم میام تو رو به چلونم. جان چرا؟ آخه چیت میره تو خود؟ دست به کرپوس ما بزنیم. کرپوس تو آوردی؟ ما اکثر روزها کرپوس رو میارم. عاشقتم جان، عاشقتم این واژه برای جذاب اومد. ببین جون، بذار یه بوست بکنم. سلام علیکم رامبو، مواظب کرپوسون باش. کرپوس من کجاست الان؟ کل نه نه الان ولش کن. الان نه رامبو، رامبو از آقای دکتر بپرس مو شب های مثلا توهم میزنم اخواب بیدار شدم. خب. ولی تو فاز اکنینگم. خب. خب تو فاز اکنینگم. خب من مثلا فکر میکنم بیدار شدم باید برم دستشویی، در حالی که تو فاز اکنینگم ول میکنم، در حالی که فالس بوده. بعد صبح دوشکمه که یه کرپوس گرد روش ایجاد شده باید بندازم رو بند خوش بشه. اینم این باید چی کار بکنیم حالا که تا اینجا اومدن؟ یکی از مسائلی که ما گفتیم تو بهداشت خوابه، گفتیم شکم پر نخوابین. یکی هم این که مثانه پر نخوابین. اخه پر نخوابین. تو رعایت نمی کنین دومی رو. نه خیلی رام بود، زود به زود ما کرپوسون پر میشه. و بعد اینکه هندونه نخورین هنگام خواب، و بعد 3 ساعت قبل از خوابتون، 2 ساعت قبل از خوابتون چیزی نخورین جناب خان. این خیلی مهمه که 2-3 ساعت قبل از خواب چیزی نخورید. بله 3 ساعت قبل از خواب چیزی نخوردن خیلی برای بهداشت بدن و بهداشت خواب لازم و ضروریه. اون جریان هم مال همین بوده رام بود. آره. چون من اکثرا نهار میخورم، غذای سنگین میخورم، قیلوله میشم. یعنی اولش یه خورده قیل میکنم بعد لوله میشم تو خودم. خواب بعد از ظهر خوبه؟ خواب بعد از ظهر والا تحقیقات خیلی زد و نقیض در موردش صحبت میکنن. یعنی بعضی ها میگن خیلی خیلی خوبه، بعضی ها میگن بده. من حقیقتش چیزی بگم، من به تحقیقات علمی باور، هرچی که خود دلت میخواده، نه به تحقیقات علمی باور 60-70% دارم. انقدر متوجه شدم که آدم ها موقعی که یک چیزی رو تحقیق میکنن که ثابت بکنن، دوست دارن ثابت بشه، که خیلی به حقیقت دیتا ها کار ندارن. جوری ما داریم در پژوهش سوگیری پژوهشگر. بله. و این یه مطلب. مطلب دوم این که از هر زاویه‌ای که وارد بشی نور بتابونی، اون قسمت برات روشن میشه. بنابراین من فکر میکنم که اینجا یه خورده کلنگر نگاه میکنم. دوستم دکتر یارقلی تو برنامه شما اومده بود، کلنگر نگاه میکنم. طبع های مختلف حتما شرایطشون فرق میکنه و ممکنه یک نفر، و بعد چه ساعتی صبح بیدار میشه، یه نفر ساعت 9 صبح بیدار میشه، بعد از ظهر مثلا ساعت 3 میخوابه تا 6 که خب میگن مثلا بلغم رو میبره بالا، سودا رو میبره بالا. یک نفر صبح ساعت 5 صبح بلند میشه و مثلا پس از ناهارش ساعت 2:30 یه چرت 3 دقیقه‌ای میزنه. بنابراین اون میزان خواب، شخص که میخواد بخوابه، اینا همه فرق میکنه. من شخصا خودم در مورد تجربه خودم میتونم صحبت بکنم که من یه چرتی که به اصطلاح میگن سیستا، یه چرت 30 ثانیه‌ای وقتی که میزنم، یعنی وقتی که احساس میکنم که این مغزم یه لحظه ریستارت میکنه، خاموش میشه، روشن میشه، خیلی بعد از اون سر حال تر. راست میگی. رامبود آقای دکتر گفتن تو خواب یه رمانی مثلا اینجوری نگفت تو خواب منه. گفت وقتی میرم با طبیعت ارتباط برقرار میکنم، خب یهو یک ایده هایی برام زنده میشه و شکل میگیره که در حالت عادی خارج از طبیعت میتونم چیزی وجود نداره. تو خوابم اتفاق میفته، برای ما اتفاق افتاده رام بود. چی بوده؟ ما یه خوابی دیدم، اینو میخوام تبدیلش کنم به فیلم نامه، اگه بشه شما کمک و بسازمش. بگو. خیلی ایده قشنگی رام بود. این یه پسری خیلی باهوشه، خب نخبه است. بعد این ربات ها بهش حمله میکنن، بعد آرنولد شوارزنگر میپره رو موتور اینه نجات بده، بعد یه مرد جیوهی با این مبارزه میکنه. این ایده توه؟ آره این خواب دیدم. بعد آخرش آرنولد ایجو میره پایین، میره پایین، میره پایین، میره پایین، دستش ایجو بالا مونه، میگه اختلاویت تا بیبیش. چرا رام بود؟ چطوره ایدهش؟ چطوره؟ خیلی جالبه. من فکر کنم میشه یه اسم باحالم براش انتخاب کرد. مثلا بذاریم ترمینیتور. به نظر من بذاریم ترمینیتور 2. بکنیش میفروشه؟ خیلی ثابت هم شده، خیلی فروخته جدن؟ آره رام بود، ولی جدیمون نظرات زیادی راجع به خواب دارم. بگو. ما یه صندلی میشناسم که بسیار برای اونایی که خوابشون نمیبره مناسبه. آه. بشینن رو سری خوابشون میبره. بگو. صندلی مجلس. خیلی درسته.
فقط اون صندلی خیلی خیلی گرون به دست میاد. آره سخت به دست. هر کسی نمیتونه. سختم ولش میکنن. خیلی سخت ولش میکنن. چون ما صحبت خواب راحت نعمته. آره. بنابراین از دستش نمیاد. هم صندلی مجلسی خوبه، هم گلابی مجلسی. اون هم خیلی جواب میده به جانم. اینو نمیدونم منظورش چیه. 6-7 تا باورداری بخوری. حالا بعداً یواشکی فیلمشو بر نشون میدم تو. ببین جان. آره و واقعاً چرا اینقدر از نمایندهامون عکس هست که در وضعیت‌های مختلف بیهوشن؟ دارن تو خواب به مردم فکر میکنن. خیلی به مردم فکر میکنن. راست میگی. خیلی خوب. کار زیاد. خیلی ممنونم ازت. خواهش میکنم. خواهش میکنم. دمه کوک. بگو ناقص نیم. آقای شاه حسینی لطفاً هدیه آقای دکتر بیارین شما ادامه بدید. بله. عرضم به حضور شما که این بختک بعد اینجور میشه که شما در خواب وقتی که هستی و بیدار میشی در افسانه ها میگفتن که این بختکی که میاد رود. و اگر که دماغشو بگیری چون بختک فقط در راه دماغ نفس بینی نفس میکشه این خفه میخواد بشه ول میکنه ول نمیکنه هر آرزویی داشته باشی برات برآورده میکنه چه قشنگ خب این یه خرد نیاکانی فولکلوریک پشتش هست که من بعضی وقتی نگاه میکنم میبینم که چه قشنگ یک چیزهایی رو توضیح میدن. اول از همه اینی که شخص در اون لحظه یادش بیاد احساس کنه بختکه بدونه که میتونه بختش رو امتحان بکنه و دماغ اینو بگیره و به تمام آرزوهاش برسه از فاز ترس و وحشت در میاد. چه جالب. دوم اینکه تقلا میکنه که حتما دستش رو تکون بده. و همون مهندسی معکوسی که گفتیم اتفاق میفته وقتی که تو خواب رم هستیم بدن فلجه وقتی که بدن تکون بخوره از خواب رم میایم بیرون بیدار میشه تو رم بودیم خوش بودیم سوار لاک بود. بنابراین این ماجرا ماجرایی است که به نوعی چقدر قشنگ بود. متشکرم از مسعود عزیز. هدایام رو تقدیمت میکنم. خیلی ممنونم. خیلی حرفای خوبی زدی و این هدیه خودمون که خیلی برامون ارزشمنده. لطفاً در کنار بقیه موفقیت ها و دانشنامه ها و نشانهات بذار. مرسی. مخلصم. یک دنیا تشکر. متشکرم ازت. مرسی. قربونتون برم. رامبو جان، رامبو، بله. اون یه چیزی دارم، دوست دارم دکتر به عنوان متخصص برام امضا کنن، خواهش میکنم. چی هست؟ این آبا جان پتومه. دکتر اگه لطف کن پتوی منو امضا کن، من متخصص. کجاشو امضا کنه؟ میتونی؟ دست شما در نکنه. ما رو که کسی تحویل نمیگیره جناب خان لاغر. سلام علیکم. دستتون در نکنه. مرسی. واقعا امضا کنن کسی. آره آره لطف میکنید این تقدیم به کورپوس جناب خان. این شب ها به بالین میرون. چقدر قشنگ. جناب خان نمیشه. بافتش خیلی اجازه نمیده اتفاق درست. راجع به پتوی ما درست صحبت کن. ولی میام بافتت اجازه میدم. چقدر قشنگ شد. ای پتو او پتویه که مدلون میخواد. نوشتم عاشق جناب خان مسعود عارف. ای جان ای جان یه شعر بون شعری راجع به خواب تقدیم به شما. وی وی لولی اوی او داره منه میدونم که چه این بار طالب او داره منه میدونم لولی اوی او داره منه میدونم که چه این بار طالب او داره منه میدونم. بعد خدافزی کنیم جان. بعد خدافظی کنیم. رامبودی اواخر اصلا داشتم دیوونه میشدم از حرفای دکتر. چرا؟ خیلی قشنگ بود رامبود. خیلی جان. رامبود بدبختی های رامبودی آقا رو عذاب من چکار بکنم؟ چرا؟ چارخونه پوشیده. خب بابا همه چارخونه خیلی با ایشون من اوشون میشه پیرنش در بیاری؟ نه خواهش میکنم. نه عزیزم خواهش میکنم نه. در بیار پیرنش رو اعصاب مونه. بذار من نکن امضا داره نکن امضاش خراب میشه. کنم. امضاش خراب میشه. بده من نکن. اینه یه سرش بگیرین لطفا مرتبش کنیم با هم. ممنون رامبود. ممنون رامبود. چقدر پتوی نرمیه دست بزن. رامبود قشنگه؟ خیلی بگیر جان. مرتب کردم دادم بهت. امضا خدافظی کنیم. این پیرنی آقای در بیار بعد خدافظی.
خواهش میکنم. به احترام مردم عزیز ایران بلند. پیرنی آقای در میاریم. به احترام مردم عزیز ایران پیرنی آقای مردم عزیز ایران. پیرنی آقا رو دوست در میاریم. مردم عزیز ایران ما شما رو خیلی دوست داریم. بیاییم ورتر جان. شما خیلی عزیزی. یه بار درست بگو اینو. خیلی بار. خیلی خیلی خدا شما رو خدا شما رو خیلی حفظ کنه. خیلی خیلی رامبود آروم دکمه‌هاشو از بالا باز کن بیا پایین. خواهش میکنم رامبود بریم. براتون آرزو میکنم در کنار خانواده سالم سلامت باشی. آقا بیا 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 بلش نه شما کارتو بکن باشی کار دارم برنامه تلویزیونیه. باشه باشه. براتون آرزو میکنیم سلامت باشید در کنار خانوادهتون آگاه. آقا جان و شما چی میگی؟ شما هم که چارخونه آقا بریم 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 جان. خداحافظی میکنیم اونجا. یک دو سه شاباشی. وای دوری نگاه نکن میبافو.